الحمد لله، حمد و سپاس و همه تعریف ها شایسته ذات الله متعال هست که ما را توفیق داد یک ماه رمضان روزه گرفتیم. اما برادران من و خواهران من، بزرگواران و عزیزان، مسلمانان، مؤمنان، دروازه رحمت الهی و دروازه طاعت باز است، بسته نمیشه. اعمال، ما با اعمال خداحافظی نمی کنیم، با عبادات خداحافظی نمی کنیم، نه با روزه، نه با نماز، نه با قرآن، ما با بندگی الله خداحافظی نمی کنیم. ما تا دم مرگ باید عبادت بکنیم. بنابراین الله متعال برای اینکه ما اعمال ما تکمیل بشه، برای اینکه ما سعادت ما بیشتر بشه، برای اینکه پرونده اعمال ما لبریز از حسنات پاداش بشه و ما در آخرت روسفید بشیم، الله به ما فرصت هایی داده. رمضان یک فرصت بسیار بزرگی بود، اما بعد از رمضان هم فرصت ها ادامه داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال کان کصیام الدهر. کسی که او کما قال علیه الصلاه و السلام، کسی که یک ماه رمضان روزه را کامل گرفت، بعد از آن در ماه شوال 6 روز هم روزه گرفت، 6 روز از ماه شوال در ادامه رمضان روزه گرفت، حالا این 6 روز پیاپی باشه، بخواد متفرقه باشه، اشکالی نداره. اما چه فضیلتی داره این؟ این ثواب بزرگ عظیم را داشته باشید. کسی که 6 روز بعد از رمضان روزه بگیره در ماه شوال، ثواب داشته باشید. من قشنگ توضیح میدم. شما یک ماه رمضان روزه گرفتید، 30 روز روزه را کامل کردید، الله قبول بکنه. اما اگر میخواهید اجر ثواب مادام العمر روزه نصیبتون باشه، که شما در پرونده شما همیشه روزه ثبت باشه، انگار که شما تمام عمرتون، تمام زندگیتون روزه بودید، فقط این 6 روز شوال رو که گرفتید و هر سال ادامه بدید، تمام عمرت، اگر 80 سال عمر کردی، اگر 100 سال عمر کردی، انگار 100 سال تو روزه گرفتی. الله اکبر. چرا این 6 روز در ماه شوال؟ الحسنات به 10 امثالها، حسنه و پاداش ده برابر میشه. شما یک روز روزه، 10 روز روزه برای شما ثبت میشه، میشه 60 روز. 30 روز رمضان هم ده برابر بکن، میشه 300 روز. کل ثواب اینها میشه 360 روز، یک سال کامل میشه. وقتی شما هر سال روزه بگیرید و این چرخه ادامه داشته باشه، کان که صیام دهر، انگار تمام عمرتون روزه گرفتید. پس این فضیلت به این ثواب را از دست ندید. خودتون، خانوادهتون، بچه‌هاتون مثل رمضان سحری به موقع بلند بشید برای سحری، اعمالی داشته باشید و این روزه را بگیرید تا الله متعال این ثواب و پاداش را الله کامل بکنه. الله متعال از ما و شما قبول بکنه، به ما توفیق بده که ما این روزهای ایام شوال رو از دست ندیم. آمین.